خیلی خوبه والا، دیگه حتی به همون سلام هم نمی کنی؟ سلام. راستی آزرا، به عنوان یه زن حتی تو آغوشت یه بچه هم نیست، نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. یه اخلاق خوب داشتی که اونم دود شد و رفت هوا. فقط همینو داشت مگه نه؟ داداش شاهمیه که با دوست من ازدواج نکرده، اون دوست مامانم هم نبوده که تو اینطوری باهاش رفتار میکنی. برامون قیافه ای گرفته، انگار مونا رفیق ما بوده و ما با شاهمی راشناش کردیم. عزیزم دوست خودت بوده، میشنوی؟ ما نیومدیم اینجا احوال تو رو بپرسیم، اومدیم بگیم مامانمون بی کس و کار نیستش، که دم به دقیقه بهش بی احترامی میکنی و این از لطف مامان منه که تو هنوز توی این خونه زندگی میکنی. پس چی؟ دختر یتیم برادرش دلش برات سوخته تو این خونه نگهت داشته، میمونه شاهمیر. اونم به چه نیازی داره؟ خودش زن داره، اونم بارداره و بچهش به زودی به دنیا میاد. هیچ احتیاجی به تو نداره. واسه همین خانوم بهت هشدار میدم که اگه میخوای اینجا زندگی کنی به مامانم احترام بذار و حرفشو گوش کن، که خونت آباد باشه. آباد باشه؟ به مامانت خدمت کنم که خونم آباد باشه؟ اگه آباد شدن خونه اینطوریه، پس خدا کنه خونه شما هم آباد بشه. اگه اومدین به من هشدار بدین، پس به هشدار منم با دقت گوش بدین. من به زور به کسی احترام نمیذارم، تا حالا هم نذاشتم. چرا باید این کارو کنم؟ توی این خونه منم سهم مساوی دارم، فهمیدین؟ اگه با من مشکلی دارین خونه رو بفروشین و سهم منو بدین. اگرم نمیتونین آروم و ساکت منو تحمل کنین. به اون داداش عزیزتونم بگین که نفقه منو بده. اگه این کارو نکرد میرم دادگاه شکایت میکنم. اینو جدی میگم. میرم میگم که بدون اجازه من زن دوم گرفته، تازه بچه‌مو هم کشته. اوه، واسه دادگاه رفتن پول لازمه خانم، کسی واسه مجانی کار نمی‌کنه. و داداشم هم اون که خیلی وقتی میخواد طلاقت بده. روت زیاد شده نه؟ همین الان به شاهمیر میگم که طلاقت بده و راحت بشه، بعد ببینم چطوری واسه نفقه به دادگاه شکایت میکنی. این اعصاب هممونو حسابی خورد کرده، زودتر طلاقش بده یه نفس راحت بکشیم. خانم فکر کرده کیه؟ دم در آورده زبان درازی میکنه. فقط سه کلمه لازم داری آزرا خانم. بعد میبینم کجاها در به در میگردی که واسه دادگاهت پول جمع کنی. در ضمن این خونه مال خودمونه، تا دم مرگم ایشالله نمیتونی هیچ غلطی بکنی. اون روزو میبینیم. بریم هانا. به عنوان یه زن تو آغوشت حتی یه بچه هم نیست، نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. چه نیازی داره؟ خودش زن داره، بچهش هم به زودی به دنیا میاد. هیچ احتیاجی به تو نداره.